اگر A و B به صورتی باشن که مشاهده میکنید، آنگاه دو برابر بردار X نقطه C را به کدام نقطه انتقال میدهد؟ خب ببین، از اون سوالای طولانیه، یعنی علاوه بر این که میخواد بسنجه تو رو ببینه بلدی با بردار رو بازی کنی یا نه، یه خودم زمان تو میخواد بگیره. آبی با بی آ چه فرق میکنه؟ آبی یعنی نقطه شروعت، آ نقطه پایانت، بیه. برای اینکه بردار آبی رو به دست بیاری باید نقطه پایان رو بدنی نقطه شروع بکنی. یعنی وقتی میگه آبی رو به دست بیار، بردار آبی رو به دست بیار، یعنی بیا بی رو منهای آ کن. بیه چیه؟ بیه ما 4 و 2ه. آمون چیه؟ آه ما هم 6 و -3. میگه این دوتا رو از هم منها کن، یعنی 4 رو منهای 6 کن میشه -2، 2 رو منهای -3 کن میشه 5. خب این میشه بردار آبی. میدونیم بردار آبی با بردار بی آ قرینه است، یعنی اگر آبیت شده -2 و 5 مطمئن باش بی آیت میشه -2 و -5. یادت باشه اینو، یه به عنوان یه نکته یاد باشه. حالا ایکست میگه چی میشه؟ ایکس ما میشه، من اینجا ایکس رو به دست بیارم، ایکس ما میشه آبی منهای بی آ، آبی منهای بی آ، یعنی -2 و 5 رو منها کنم از چی؟ از 2 و -5، که جواب این میشه -2 منهای 2 میشه -4 و 5 منهای -5 میشه 10. حالا میگه ایکس اینه، دو برابر ایکس تو در نظر بگیر، یعنی اینو ضرب در 2 کن. برای اینکه ضرب در 2 بکنی چیکار میکنی؟ میگی اگه این بخواد ضرب در 2 بشه، یعنی جفتش بالا و پایین ضرب در 2 بشه، میشه -8. 2 10 میشه 20. این میشه دو برابر این ایکسی که گفته. حالا میگه نقطه اینو به کدام انتقال میده؟ یه نقطه با یه بردار اگه بخواد انتقال پیدا بکنه، یعنی چی؟ معنیش چیه؟ کی میدونه؟ اگه این نقطه بخواد با یه برداری یه نقطه با این بردار انتقال بکنه، چه معنی داره؟ یعنی این دوتا رو با هم جمع بکنیم، یعنی میگیم 1 و 2 رو به اضافه چی میکنم؟ -8 و 20. ببینم جوابش چی میشه. 1 منهای 8 میشه -7، 2 منهای 20 هم میشه -18. پس جواب 2 به اضافه -20، اینجا مثبت 2 به اضافه 20 هم میشه 22، یعنی میشه -7 و 22، یعنی گزینه شماره 2. یه خورده دقت میخواد. ببین من خودم همینجا باید حواسم بیشتر جمع کنم، مثبت منفی، حواست به همه اینا باشه که یه خطای کوچیک باعث میشه که گزینه اشتباه بزنی.